خوردن میوه با معده خالی. دکتر استفان مک متخصص سرطان است و گفته است که احتمال موفقیت من در درمان سرطان حدود 80% است. ایشان یکی از راه‌های مبارزه با سرطان را بیان داشته و توصیه‌هایی دارند که همه باید آن را رعایت کنیم. ادامه را با خبر از خبر همراه باشید. دکتر استفان مک با بسیاری از بیماران سرطانی غیر معمول رفتار می‌کند. ایشان قبل از پاک کردن بدن بیماران به وسیله انرژی خورشیدی و شفای بیماری بیماران در بدن علیه مریضی باور دارند. دکتر استفان مک متخصص سرطان است و گفته است که احتمال موفقیت من در درمان سرطان حدود 80% است. بیماران سرطانی نباید بمیرند. علاج سرطان تقریبا پیدا شده است و رمز آن خوردن میوه است. چی باور کنید چی نکنید. من جدا متاسفم برای صدها بیماری که در راه درمانهای رایج میمیرند. اما طرز خوردن میوه، همه ای ما فکر میکنیم خوردن میوه به معنای خریدن، خورد کردن و گذاشتن در دهان است. این به این آسانی که شما فکر میکنید نیست. خیلی مهم است که بدانید چی وقت و چطور میوه بخورید. راه درست میوه خوردن چیست؟ میوه را بعد از وعده غذایی نخورید. میوه را باید با معده خالی بخورید. وقتی میوه را با معده خالی میخورید، نقش بزرگ در سیستم گوارش و تأمین انرژی زیاد برای کاهش وزن و بقیه کارهای روزانه ایفا میکند. میوه مهمترین بخش مواد غذایی است. فرض کنید 2 تکه نان و تکه میوه خورده اید. تکه میوه آماده است، مستقیم از گلو وارد معده شود، در حالی که نان خورده شده قبل از میوه مانع آن میشود. به عبارت کل، وعده نان و میوه هدر و فاسد شده و تبدیل به اسید می شود. درست زمانی که میوه با غذا تداخل پیدا می کند، بقیه مواد باقی مانده فاسد می شود. در نتیجه، لطفاً میوه را با معده خالی یا قبل از وعده غذایی میل کنید. شنیده اید که مردم می گویند، هر وقت هندوانه می خورم، آروغ می زنم، وقتی میوه استوایی می خورم، شکمم باد می کند، وقتی موز یعنی کیله میخورم احساس اسهالی میگیرم. در واقع اگر میوه با معده خالی خورده شود، هیچ یک از این مشکلات پیش نمیآید. میوه با بقیه غذاها فاسد میشود و تولید گاز میکند. در نتیجه دچار نفخ میشوید. سفیدی مو، کچلی، استرس زیاد و حلقه قهوه‌ای دور چشم اتفاق نمیافتد اگر میوه را با معده خالی بخورید. بر اساس تحقیقات دکتر هربرت، جز لیمو و پرتقال که اسیدی هستند، همه این میوه ها در بدن اولیایی می شوند. اگر شما رمز خوردن میوه را دریافتید، پس راز زیبایی، طول عمر، سلامتی، انرژی، شادمانی و وزن نرمال را یافته اید. وقتی می خواهید آب میوه میل کنید، فقط آب میوه تازه میل کنید، نه آب میوه داخل قوطی، ویتری یا پاکت. حتی آب میوه گرما دیده ننوشید. میوه های پخته نخورید، چون هیچ ماده مفیدی به بدن نمی رساند. شما فقط مزه آن را می چشید. پختن همه ویتامین ها را از بین می برد. با این حال خوردن میوه تازه حتی از نوشیدن آب آن مفیدتر است. اگر می خواهید آب میوه تازه میل کنید، آن را جرعه جرعه و با آرامی بنوشید تا با بزاق دهنتان مخلوط شود قبل از آن که آن را قورت دهید. شما می توانید 3 روز روزه میوه بگیرید تا بدن کاملا تصفیه شود. در طول این 3 روز فقط میوه بخورید و آب میوه تازه بنوشید. شما متعجب می شوید وقتی دوستانتان از شادابی شما حرف می زنند. پیشگیری از سرطان. این متن را برای کسانی که برایتان عزیز هستند بفرستید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.